سلام دوستان عزیز، از اینکه یگانه تیوی را انتخاب کردین بسیار بسیار از شما سپاسگزار هستم. لطفاً کانال را سابسکرایب کرده و روی آیکون زنگ کلیک کنین تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. لطفاً با گذاشتن کامنت، نظرات و انتقادات خود را به ما اعلام کرده در بهبود و کیفیت ویدیو به ما کمک کنید. حال میپردازیم به دیدن این ویدیو. پناهجویان ترکیه راهی مرزهای این کشور با اروپا شدند. ظاهرا صدها پناهجو در ترکیه بعد از انتشار شایعاتی در مورد گشایش مرزهای راهی مرزهای این کشور با اروپا شدند. سخنان سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه بعد از حمله نیروهای سوری به سربازان ترکیه به این امید دامن زده است. شایعات باز شدن مرزهای اروپا در ترکیه صدها پناهجو را از گوشه و کنار یک کشور به مسیر اروپا سوق داده است. حدود 300 نفر راهی منطقه مرزی ایدل نشدند. استانی که هم با یونان هم مرز است، هم با بلغارستان. ایده هم راهی استان چایناقلعه در نزدیکی آیواجیک شدند تا با قایق‌ها راهی جزیره لسبوس در یونان و به خاک اروپا راه یابند. خبرگزاری آناتولی گزارش داده است که مهاجران در شهرهای ازمیر، مقله و چایناقلعه گرد آمده و خود را آماده سفر به سوی اروپا کردند. برخی نیز با خود قایق‌های بادی به مقله آوردند تا با آنها از ترکیه به یونان برود. به گفته رسانه ها پناهجویان در محله زیتون‌برنا در استانبول جمع شدند تا از آنجا با تاکسی یا اتوبوس عازم ایدلنه یا مناطق ساحلی شوند. در فیلم های منتشر شده از سوی رویترز می توان پناهجویان از جمله کودکان را دید که رهسپار مرزهای ترکیه با یونان می شوند. عدم تایید رسمی باز شدن مرزها. ترکیه هنوز رسما باز شدن مرزها را تایید نکرده است. ناظران اخباری قبل از همه از سوی رسانه های نزدیک و دولت در این مورد انتشار یافته را ابزاری برای اعمال فشار ترکیه بر اروپا میدانند. هشدارهای ترکیه در حال حاضر صدها هزار سوری از بیم حملات هوایی روسیه راهی مرزهای ترکیه شدند. حرکت موج جدیدی از آوارگان سوری ترکیه را به میلیون ها پناهجوی سوری پناه داده، بیش از پیش نگران کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بارها تهدید کرده کشورش نمیتواند به تنهایی با گروه جدیدی از پناهجویان را به دوش بکشد و در صورتی که چنین مسئله اتفاق بیفتد همه کشورهای اروپایی پیامدهای منفی آن را حس خواهند کرد. نخست وزیر یونان: ورود پناهجویان غیر قانونی را تحمل نمی‌کنیم. نخست وزیر یونان گفت ورود هیچ مهاجر غیر قانونی به این کشور تحمل نخواهد شد. او این سخنان را در واکنش به تلاش مهاجران سوری برای ورود به خاک یونان بیان کرد. پس از کشته شدن 33 سرباز ترکیه در حمله هوایی ارتش سوریه به استان ادلب، ترکیه گفت دیگر مانع ورود مهاجران سوری به اروپا نخواهد شد و مرزهایش را برای این مهاجران باز خواهد کرد. بویکو برویسوف نخست وزیر بلغارستان نیز گفت روز دوشنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار و در مورد تحولات نظامی سوریه و موضوع پناهجویان گفتگو خواهد کرد. ترکیه با کشورهای بلغارستان، یونان مرز مشترک دارد و این دو کشور پل عبور پناهجویان به اروپای مرکزی و غربی محسوب می شود.